لالا خیرات باشه. دیروزا پریشان معلوم میشی، خانه رو تبدیل کردی، مرام یا میمونی که بیرون بریم؟ اگر به کمک نیاز داری خب بگو. با کمک شما ضرورت ندارم، همین که شما با ما کدام مشکل خلق نکنه کفایت میکنه. چی میخواستی با لالم بگی؟ با تو مربوط نیست. چرا با من مربوط نیست؟ تو باعث خجالتی ما شدی، تا پانتون تو بینیم بریدی، دروسی تو فلم بازی کردی. سرما زیاد چرپر نکو، با تو مربوط نمیشه که من چی میکنم چی نمیکنم. واها، ما خوب پشتی او را نگرفتیم و خودش مرا خوش داره. بیا این منزل سیوم است. یا متاقای خواب است و یک آشپزخانه داره. فکر باشه که بسیار زیاد خوب کار کنی. آه، گوشایت کر باشه و چشمای دمشه کور باشه. خیلی چرا قم کار کنم؟ به سپره خانه میشه؟ یعنی که در کارای اعضای خانوادی ما کار و کور میباشی. مگر در کارای خانه خوب و شیار باشی. آه، این خانه را که میبینی بچه‌م نو خریده، باید همه چیز به سلیقه از او باشه. غالمغالم نکنی که دخترها در این گپا و در این سر و صدا عادت ندارن، فهمیدی؟ آلی تو نشه حضور میده که مرا خوش داره؟ خوش داره؟ داره. نه جانم، او تو را خوش نداره، فقط به تو دل میسوزانه. مرام سریا میگن کسی به من دل نمیسوزانه، بلکه به دلار در میتام. اما گلی بابونه که میگفتی به کار خانه میرس؟ بله، چی غالمغال بود؟ چی گه بود؟ برو با من یک گلاس قهوه تیار کن که سرم درد میکنه، بیار در بالکن. قهوه را خوب میشناسی؟ بله بیبیجان. لیلا جباری، برو با او دختره که نازنینت بفهمان که در چیزایی که مربوطی من میشه دست درازی نکنه، اگر نه باز کودکستان خوی از دست. سر چی دعوا داشتین؟ گه بزن. چرا چوب هستی؟ هیچ مادر جان، هیچ گپی هم نیستم. سورایی یکمی عصبانی شده بود. سر چی عصبانی شده بود؟ شما خود دعوا داشتین؟ من تمام صدایتان رو شنیدم. راست بگو دختر، نکنه که قصه او سایلک حقیقت داشته باشه. امیدوارم چنین نباشه. او مرا از حمایتم پشیمان نسازی.
وای تو چی فکر میکنی؟ سرایا با مرسر گفته باشه که دستایش چی شده؟ نمیفهم. فکر نکنم. شاید هم از آرانگا به نفع خود ساخته باشه. حتی دختره بیخی در جنجال هستم به خدا. نوش جانت. ما یکی نمیافیم. سر تو دوتا عاشق هست. ما چرا هر بار کوشش میکنم؟ که با مرسر لقی خطه بگویم. هیچ نمیشه. خب شاید. خاص خدا می است که دیرتر و خوبتر شکل بگیره. چی شکل بگیره؟ هندیوال، ما که می بینم تو هم یگان احساس با مرسل داری. او گب نیست. ما فقط می خواهیم ببینمش، برش حقیقت بگویم، برش بگویم که بین ما و سرایا کلام گپ نیست. با او را دوست ندارم و ما تو را دوست دارم. خلاص رفیق، ما خطابال تجربهش ندارم، اما شنیدیم که میگن عشق قسم ساخته میشه که اصلا آدم نمیفهمه که چی شد و چی قسم شد. به چشمایت مرسل دیدم میشه. نمیفهم رفیق، شاید تو راست میگی، شاید اسم اشتباه است، شاید من درست نمیتونم با مرسلی را بیان کنم و شاید مرسل خودشی را نمیفهمه و هزاران شاید دیگر. یک بار دیگه کوشش میکنیم. خب این بار میریم دفتر پدرش. ریشخندی نکن بچش، یکان رایل پیدا کن. راست میگم دیگه، پنتون هم رفتن نمیتونه، خانش هم رفتن نمیتونیم، بیرون هم برآمده نمیتونه. خیلی چی کنیم؟ یک را مانده. چی؟ اتحادیه سینماگره افغانستان. چی؟ بجا چی کنیم؟ خاله میفهم دیگه، یک بهانه بکو، بیا که بریم دیگه. بخیر آمدین، به تکلیف خونه شدین. فکر کنم که با گردش تمام جهان شروع کردی، چطور؟ بله، گفتم باش که از کابل شروع کنم، شاید دیگه ضرورت به جای رفتن نشه. ولی فکر کنم که ضرورت نیست دیگه. اوه، میبخشی که یادم رفت، معذرت میخوام، کم بر خطا شدم، ببخشی. او هم یک آدم نظامی، وقتی با این رقم قضایی رو بر روی میشه حتما دست پاچه میشه دیگه. اینا هم کارم، دوست نزدیکم، ارسلان جان. بسیار خوب، خوش شدم از من. من بسیار خوشحال هستم. خب اینجا ساده هستین، بیا که بریم بخیر. بریم بخیر، بای که بگیم. باش. حال دیگه میتونین که چادری تا نپس کنین، با چادر عادی باشین. خب اینجا شهر است، اکثریت زنها و دخترها با یک چادر عادی گشت و گذار میکنن.
بله. بله سمیر. سلام، خوب هستی؟ ما فکر نمیکردم تلفن ما جواب بده. نه اگر نیست چرا باید جواب نتم؟ راستی ساحل خوب است؟ چی؟ هیچ، گفتم چطور شد که زنگ زدی؟ هیچ، خواستم که اول تا بپرسم اندازه من یه گفتنی برات دارم. گفتنی؟ بگو مشنو. میفهم که بیادر دیگه نمیمانید پنتون بیایی. ها ولی او تو خواست تمام مرده هایم به خاک اکسام شد. نشده. چی؟ چطور نشده؟ یعنی هنوزم راهی است که تو بتونی به آرزوهایت برسی. کدام راه؟ چی رقم؟ مگر تو نمیخوای که فیلم ساز شوی؟ معلوم دار است که میخوایم. یگانه آرزوی می نمی است که یک فیلم ساز شوم. چرا به اتحادیه سینماگرهای افغانستان نمی روی؟ اونجا چی کنم؟ اونجا همراه سینماگرها، فیلمسازا آشنا میشی. یک جلسه عمومی است. تمام سینماگرها اونجا میآیند. تو هم برو. راستی؟ ای خب بسیار خوب کار میشه. چی وقت برام؟ درست است. میرم. خب دیگه چی کنم برات؟ آجل آمادگی رفتن و گپ جور کردن پیش ایداری صاحبه بگی. تو جوره نبید رفیق. حالا میتونین که چادری تانو پس کنین. اینجا خانه است. اینجا خانه کی است؟ از چهره آمر صاحب ببخشین. ایمان جان معلوم میشه که خانه مربوط شما باشه. شوخی میکنین؟ نه شوخی چرا کنیم؟ نه شوخی نمیکنم. اینجا جای زندگی نوتان است. البته از یک دوستم است. خودش خارج رفته. با شما میتونین برای چند وقت اینجا زندگی کنیم. زندگی کردن در شهر هم در یک شهر بیروبار مثل کابل فکر کنم اصلا نباشه. نه این خانه از زر لازم مجهز است. آشپزخانه از ظرف، هر چیزی که بخواین، اتاق خوابتان و هم اتاق نشیمند، شما کاملا راحت باشین. از لحاظ امنیتی از هر لحاظ این خیلی خوب دکورم شده. بله و ایمان جان ما باید بریم. راست میگه، تشویش نکنین، خدا مهربان است. ما میرم به اجازهتان تا دیدار و بعد. و بچه نظیر موتر چی کردی؟ موترت سرور تبدیل کرد صاحب. توسیه رو چی کردی؟ صاحب وقت موتر جای بجایش کردیم صاحب.
دختر، 20 دفعه برات نگفته بودم که پنتون رفته نمیتونی؟ قارستی؟ یا خدا پوک گرفتی؟ دیگه پوکی هم برات نمیزیره. زیاد مغروری پنتون رفتنه بودی. او هم خلاص شد. حال دیگه فرق بین ما و تو نیست. دلم برد می سوزه. البته دل ما برد می سوزه. بنا حق خود اذیت میکنی. بی بی امیال دلابوت لبخندو از چشمات نفرت میریزه. این نفرت شاید به خاطر باشه که ما سر رویت قرار گرفتیم و میگه با میخواستی بلالایم بگوی نی؟ میفهمی؟ اگه یک بلالایم میگفتی باز چی میشد؟ دستکایت کس آلدگچ می بود. مشکلی شما با سوادا همی است که زیاد لکچر دادنه یاد دارین. 20 دفعه برات گفتم که او خودش پشتی مشل است. او خودش پشتی مرا گرفته. باز ما پشتی او را نگرفتیم. خوخی او پشتی ده گرفتن؟ پس او چرا رگای دستش نزد؟ خب او از من خواست که عشق خدا برش ثابت کنم. ما هم ثابت ساختم. نه جانم، عشق نیست، دیوانگی است. دیوانگی تو عاشق نه بلکه مریض هستی. عشق یک فیل پاک است که دو دل سر و نزاکت به هم دیگه نزدیک میشه. خب خیر، از این گپ ها میذاریم. بازم برد میگم یکم متوجه غرورت باش. حدیقا به فکر پدر و مادرم باش. تو اگر هر قدر به هم بدی کنی من به بدیت روادار نیستم، چون اردیم از یک خون هستیم. خب حالی رو بگو که کجا میری؟ بخشین بیبی جان، برادر خان گفته که به اجازه ما کسی را از خانه نمونی. او طرف شو. بدون شک هنر زادی تفکر هر انسان است و من نه تنها سر سینما میخوام گپ بزنم و
بلکه سر هفت شهر هنر گپ میزنم. این در هر بخشی از صنف هنر اگر هنرمند مطالعه داشته باشه، هنرمند سویه داشته باشه، درسای مسلکی بخونه، طبیعیه بس که هنرش برازنده تر میه، هنرش برجسته تر میه. به این خاطر لازم است که هنرمند باید سر خود کار کنه و ما به فضل خداوند اتحادیه سینماگرای افغانستان هم بخشای آموزشی هم داریم. در این زمان بهترین یک کتابخانه ما داریم که در حدود 650 جلد کتابای علمی سینمایی ما داریم. همه در اختیار جوان است. سلام. بیشی جای نری. تمکین است. به خاطر کارهای خانه استخدامش کردیم. خیلی رو برای من چای ناورد. جبار، من میخوایم که یک موضوع مهم برات بگویم. باید که تنها باشیم. چرا متوجه نیستی؟ گفتم که یک چیز مهم است. از این کده مهم نیست. از چی کده؟ این دوسیه چی است؟ دوسیه بچه نازنانیت است. درونشه که بخونی مویای جانت سیخ میشه. دوسیه چی و کاری چی؟ تو مگم نگفته بودی که این موضوع کوچک از حل میشه؟ چاکلیت نوردی؟ امیان که برات رسید بسیار است. نه، اونجا داره چاکلیت از بیار بده بلا. برو خودت بگی. شت، میفهم من چی کار هستم؟ رئیس دفتر آقا جانه، حالا دیگه. آقایم نیست، آقایم وقت فوت کردم. بلا این دفتش که فوت کرده یا موت کرده. بذار دیگه، حالا از این بابات آقا، آقا جان، آقا جان میگی، فامیلی یا نه؟ چی پس پس داری سکرت؟ بیا برش بخون که بفهمه. بخون، بخون که بفهمه که بچهش چی گله به او داده. ما گپتان کاملا تایید میکنم صاحب. سلام علیکم. دکتر به نام مرسل آمده شما را کار دارم. به خدمم همسنفی شما هست؟ بله صاحب، همو هست. خب بگوین تشریف. خب شما ادامه بتین، ببخشین که حرف شما رو قطع کردم. میگفتم که ما با هنرمندان تحصیل کرده و با دانش زیادتر ضرورت داریم.
ببخشن که کمی ناوخ شد، دیگران آمدن؟ مقصد شما از دیگران؟ ولی بر من زنگ زدن گفتن در اتحادی سینماگران افغانستان جلسه سینماگرا است. ما هم خواستم اشتراک کنم تا هم روی همه گی آشنا شوم. بسیار خوش آمدید، بسیار خوش آمدید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، بفرمایید. بله درست است. اتحادی سینماگران افغانستان خانه تمام سینماگرای افغانستان است. رفت آمد میکنن، میاین، میشینن، مجلسات داریم، جلسات داریم. خوب شد شما هم آمدین، آشنا شدیم. من فکر میکنم که شما دو نفر همسن باشی، نه؟ بله صاحب، مرسل جان در فاکولته هنرا همراه ما یک جای بود و میخواست که کارگردان شده. ولی شرایط قسمی آمد یا ساخته شد که ما آرزوها از بین رفت. آرزوها گاهی از بین میره؟ نه خیر، باید به تحققش اقدام بکنیم. با اعتماد از بین رفته و دل شکسته هیچ کار نمیشه کرد. شما جوانان نباید تو زود دلتان بشکنه. دروازه اتحادیه سینماگران افغانستان برای تمام سینماگران و علاقمندان باز است. شما میتونین به هنرتان ادامه بدین، شما میتونین تشریف بیارین، کتاب بگیرین، مطالعه بکنین. اینجا ما کورس های آموزشی هم داریم، میتونین استفاده بکنین. ما برای رشد جوانان مخصوصا در بخش سینما هیچ گونه مانعی را من نمیبینم. همیشه در خدمت سینماگران و بخصوص برای شما جوانا ما خدمت گذار هستیم. یک چیز دیگه یادمانه را که اعتمادهای از سفته میشه با درک دوباره، با سعی و تلاش کلش دوباره احیا شود. ولیکن من نمیفهمم، چون تجربه ندارم که دلهای شکسته را چه رقم میتونم احیا بسازم. به هر شکل ناامید نشید هیچ وقت. بیا این رو جوری رکی کده بود؟ حرفای نگفته. حرفای نگفته به همت ضرورت داره، برای جوری نه. وقتی که اعتماد نباشه همت کار نمی کنه. کاش کور می بودم. ما فکر میکنم ما باید سرمنشی ملل متحد شوم. نه سمیر، چیزی را که ما میخوای بفهمه نه به سرمنشی ملل متحد ضرورت داره و نه هم به کدام میانجی. فقط خودش به چشمایم ببینه و درک کنه. ببین که چشمایم برای چی میگه. ببین که چقدر حسرت داره. سیل کن، جز خودت کس دیگر را میبینی؟ نکو ساحل، من را بیشتر ازی چشمات غرق نکو. من واقعا دوست دارم. من هم بسیار زیاد دوست دارم و یه احساس ما بجز تو به هیچ کس دیگه ندادیم.
دیگه خدا را امام جگر خون بسیار جاد شدیم توکلش به خدا. شما این دوسیه را از کجا کردین؟ رئیس شناخت زیاد داشت، واسطه زیاد داشت، اگانه کسا نمیده دوسیه را. خیقه واسطه و وسیله که هست، چرا میتو خب چو بلش نمیکنید؟ او قدر ساده که تو فکر را میکنی و تر نیست. وقت محاکمه تعیین شده، شاهد عینی هم هست. آل رشوت هم کسی نمیگیره، هر کسی را که میگم میترسن. ایران ماندیم که چطور کنم؟ جناب رئیس صاحب اگه اجازه باشه من برم. بیبی جان امر خدمت نیست. خوب است، برو. سلامت باشید. گوش کن، من یک چند روز دفتر نمیایم. هر گپی که بود گزارش همینجا در خانه بر من بیار. ایره بگی بلالم نمید که ما بیرون رفته بودم. خواهم چشمایت برق میزنم. فکر کنم که اجازه دادن که پانتون بری. ما اصلا در مورد پانتون رفتن دیگه فکر نمیکنم. خب پس آرزوهای چی تو میشن؟ فکر و اندیشه مرچم که چی و چی گفته ایرانی ها همیشه ویل کدی؟ آرزوی قلب، آرزوی اندیشه ها، آل همش پیش چشمایم است. اونقدر لذت بخش است که هیچ اندازه نداره. نشه خو نیستی؟ صبح کی رفتی؟ مویاید ای طرف بود، آل ای طرف شدم. راست بگو دختر، چی کردی؟ اصلا مربوط تو نمیشه که ما چی کردیم. تو که دلار در میتی، مربوط ما شده؟ من از تو که کلان هستم. تو بابا جوابگو هستی، باید بگی که چی شده. من اصلا نمیخوایم که شیرینی خوشی های من امروی تلخی پیشانی تو از بین ببرم. باور که اصلا مربوطی تو نمیشه. اگر نی خطمان ورد میگفتم. سلام. آمدی بچیم، بیا تشویش نکن گل مادر خود. بیا 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 بچیم. بچیم بیا تشویش نکن. ما در پولویت هستیم. میفهمی؟ ریش پدر تا در میتونم که تو را نجات نتا. مادر حال از دست از ایچی ساخته نیست. چرا چیزی ساخته نیست؟ خود تو خرابی کردی نه؟ گفتمت برو یک چند روز خودت گم کن، نکردی.
گفتم از عامر پلیس دوری کو نکنی. چی ضرورت بود که بیادر از او را بزنی برطرف کنی؟ چی ضرورت داشتی که پدرش معتاد بسازی؟ شما یک کارا را کردین و من خبر نداشتم. تو از امو خاطر میگفتی که پیسه و پول و واسطه و ایگپا بکارم نیست؟ بچیم، راز مادری و فرزندی همی بوده؟ مادر، حال تو هم شروع نکو، کم فکرم خراب است که حال تو هم. چرا چپ شدی؟ نکنه که کدام گپ مهم است که از ما پتش میکنه. مشکل شما همی است که مرا دستی گم میگیرین. خیر است که پنتون نخواندیم، ولی تجربه زندگی را زیاد دارم. کدام گپ خاص نیست، بیادرت یک اشتباه کرده. اشتباه کرده؟ بچه جوار خانو اشتباه کنه؟ چرا نمیگین که جرم انجام دادم؟ چه باشو دختر؟ گپی بسن جیده بزن، نمیبینی که لالای جگر خونه است؟ خب لالا جان، چی جرم انجام دادی؟ سبخو از ما؟ خب تحقیقات میکردی، آره جواب بدنی؟ چرا چپ هستی؟ تو آرام باش، بان که ما یک راه چاره بسنجیم. دیگه چاره نمونده، فقط بخر، قاضی را بخر، سارانوال را بخر، امی هر کس که دان خود باز کرد، دمی دانش پیسه پر تو، خلاص. وقت پیسه دادن تیر شده، نام رشوت بگیری دیگام جنجال ما زیاد میشه. خی چی کنم؟ کلی با مرگ ما هیچ کار نمیکنه. پیر شدی نه؟ حالو کشفش سابقت نمانده. ما به هیچ عنوان زندان رفتنی نیستم. آلی چرا دعوا دارین؟ بازم براتان میگم، همه چیز صاف صاف برام بگین تا راه حلش براتان پیدا کنم. چند روز بعد محاکمه بیادرت است، رسمی. شاهد عینی هم وجود داره. اگه شاهدی بده مستقیم زندان میره. آقا این خوب بسیار ساده است. ای کسی که شاهد عینی است چی نام داره؟ اوش دیگه به تو مربوط نمیشه. اگه کدام مشوره داری بگو. لالا جان، آدم که کارش بند بود باز کمی به نرمی و چاپلوسی گپ میزنه. او دختر وقت شوخی و مزاق نیست، حالا هرچی میخوای خوب بگو. میگم بسیار ساده است. او شاید عینی هر کسی کی است، حتما کدام از خانواده داره. او را اختطاف کنید. باز از شایدی خود صرف نظر میکنن، خلاص. ام کار شما میشه، ام کار اختطاف چی؟ نه، من از جرم اختطاف سخت نفرت دارم. خب، خیلی جرمای دیگر که میکدین خب خوشتان میامد. نظر سرعی خوب است. میفهمین، هر چی زودتر باید دیکار را بکنین. مگر اختطاف چی را از کجا کنیم؟ اویشه دیگه برمه بانین. لالا جان،
ما برات یک شماره تلفن میدم دیگه شب واس خودت میفهمی بالاخره بچه جبارخان هستی. و دختر تو این تو آدم ها را از کجا میشناسی؟ دختری که نداشت نشان از پدر، بیگانه خانش، نه خانش دختر. عشق است که در دل دارم، از همه حرف جهان عشق شنیدن دارم، ماندم بین تو راهی تا تو را یا که تو را، با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد. آخرین عشق، آخرین عشق بلا و سرم بیا.